سلام و درود خدمت هموطنان عزیز قسمت دیگر از برنامه بهداشت روان رو اجرا میکنیم من پوران پور هستم مشاور بالینی و جامعه شناس و امروز در تلویزیون آریو تیوی بحثی داریم در مورد مسئله افسردگی در دوران مهاجرت با ما باشید و برمیگردیم نیاز داریم راجع به افسردگی حرف بزنیم تو دوران مهاجرت این یه افت احساسی روانی فکری است که خیلی از ما تو دوران اولیه مهاجرت احساسش میکنیم ولی شاید نمیخوایم زیاد بهش بها بدیم نمیخوایم باش حرف راجبش را حرف بزنیم خیلی هم خوب اگه نخوایم بهش بها بدیم ولی باید بشناسیمش چون که ما رو اذیت میکنه ما همه میایم میاییم به خاطر اینکه یه دنیای بهتری رو تجربه کنیم زندگی بهتری رو تجربه بکنیم ولی گاهی اوقات واقعیت ها اونجوری که ما میخوایم نیستن چیز او... مسئله اولیه که تو زندگی ما اتفاق میفته مشکل اولیه که دوران مهاجرت به وجود میاد اختلال هویتی هستش همه ما میایم خیلی همه ما بخشی از ما بیشتر ما میایم اون هویتی رو که تو گذشته داشتیم اون کسی که بودیم اون چه کسی رو که فکر می کردیم بودیم اون مقامی رو که داشتیم اون برخورد اجتماعی که داشتیم جایگاه اجتماعی که داشتیم حس تعلقی رو که دو محیط قبلی داشتیم اینجا دیگه نداریم این واقعیت است ما میاییم اینجا با مهارت هایی که برخیشون واقعا به درد اینجا نمیخورن خیلیشون به درد میخورن ولی گاهی اوقات اینجا نیاز به مهارت های جدید داریم و ندونستن اینکه کدوم مهارت های جدید رو نیاز داریم گاهی اوقات برای ما درد به وجود میاره افسردگی تو زمان مهاجرت خیلی برمیگرده به این که ما خودمون رو شاید نمیشناسیم نمیدونیم تو محیط جدید چجوری این پذیری نیاز هستش گاهی اوقات بعد از صفر شروع کرد اون از صفر شروع کردن برای خیلی از ما قیمت بزرگی داره ما افرادی داریم که نمیخوان صفر شروع کردن رو تجربه بکنن چون تو جایگاه بالایی بودن و حالا میگن چرا ما این کارو بکنیم در نتیجه چیزی که اتفاق میفته شرایط روانی ما عوض میشه تو دوران مهاجرت شرایط خانوادگیمون عوض میشه نقشامون عوض میشه حال و هوامون عوض میشه اون چیزی که میخواستیم عوض میشه اون چیزی که دیگه نداریم همش جلو چشممون میاد و اون چیزهایی رو که با همش داریم باش مقایسه میکنیم تو مقایسه داریم زندگی میکنیم و اونجاست که یه خود روی این مودمون روی این سیستم فکریمون روی روح روانمون یه چالش های بزرگی به وجود میاد استرسی که تو زمان مهاجرت تجربه میکنیم استرس بزرگی هستش خیلی از ما این رو تجربه کردیم میدونیم خیلی ها که شاید اون استرس رو به اون اندازه ندیدن یا نشناختن الان میگن نه ما استرسی نداشتیم خب خیلی هم خوب ولی استرس زمان مهاجرت و دوران جابجایی استرسی است که روی مغز تاثیر میذاره اگر ما دچار استرس های زیادی قبل از مهاجرت بودیم اون مدتی که منتظر بودیم که بیایم اینجا برسیم به اون نقطه معبود و به خاطرش بحرانهای زیادی رو پشت سر گذاشتیم اونجاست که وقتی میرسیم اینجا اون استرس ها اول ممکنه خودشون نشون ندن ولی یواش یواش وقتی که اون کاری که میخواستیم بکنیم بهش نمیتونیم دسترسی پیدا کنیم اون کاری که میخواستیم پوزیشنی که میخواستیم بهش نمیرسیم حس میکنیم که یه دفعه یه حس استرس زیاد رو وجودمون هست و بدن ما رو کماکان و مغز ما رو و سیستم روش زندگی ما رو زیر سال میبره حالا چه انجام میشه اینجا چه اتفاق میفته میدونیم که الان دیگه علم ثابت کرده تاثیر استرس روی مغز چی هستش در حقیقت اون حجوم کورتیزول زیاد توی مغز باعث میشه که اون حس نیاز به توجه به خطر خطر چی هستش خطر اونه که ما شاید نمیتونیم کار پیدا کنیم شاید زبان نمیدونیم شاید اصلا بزرگ برامون سخت برامون هماهنگ شدن با محیط جدید و اون تاثیر اون حجوم زیاد استرس و کورتیزول توی مغز ما چی هستش فراموشی هستش نداشتن قدرت یادگیری از دست دادن قدرت یادگیری و بیخوابی ها استرس های زیاد نداشتن انرژی حس ترس حس دلشوره حس غم حس اینکه وا حالا من چیکار بکنم حس درماندگی ولی این دوران گذراست اگر آگاه بشیم که چیکار باید بکنیم و حالا امروز راهکاراش رو را هم صحبت کنیم کردیم ما نیاز داریم به این که درک بکنیم افسردگی یک خشم به طرف درون هست یعنی چی؟ ما از خودمون در خشم هستیم از خودمون در عذاب هستیم ناراحتیم از تصمیم هایی که گرفتیم و فکر میکنیم که اگر اون تصمیم رو نگرفته بودیم الان شرایطمون چیز دیگه ای بود و خشم اون احساس است که فرد نیاز داره برای به طرف رفتن به هدف استفاده میکنه ازش در حقیقت خشم احساس خوبی است اگر فکرشو بکنیم استرس شرایط خوبی رو میتونه برای ما به وجود بیاره یعنی چی ما اصلا استرس چرا ما نمیتونیم بگیم استرس هیچ وقت لازم نداریم استرس خوبه برای اینکه فعالیت کنیم بریم خودمون رو تو معرض شرایط قرار بدیم کار بکنیم فعالیت کنیم زحمت بکشیم تلاش کنیم پشتکار خودمون استفاده کنیم و برسیم حالا مطابق شرایط گذشته نه برای شرایط جدید همیشه درها باز هستن برای به وجود آوردن یه شرایط جدید اگر ما بخوایم استفاده بکنیم اون قدرت هایی رو که درون خودمون داریم و افسردگی در حقیقت یک حالت روانی است که فرد رو از جنگ با سختی ها معذور میکنه یعنی چی؟ شاید یه موقعی اگر ما میپذیریم که من دیگه نمیتونم کاری بکنم تلاشی نمیتونم بکنم جایگاهی ندارم تو این اجتماع جدید و میپذیریم که من درمانده هستم چیکار میکنیم همونطور که گفتم قبلا در رو به روی خود رو میبندیم در رو به روی ام... امکانات میبندیم و از اون جنگ با سختی ها اینجاست که یه معذوریت داریم یعنی چی میگه میدونی چیه من مریضم چون که مریضم نمیتونم برم کار پیدا بکنم چون که مریضم نمیتونم حرکت بکنم و خانواده رو جلو ببرم و این برای ما یه جایگاهی میشه که خودمون خودمون برای خودمون به وجود آوردیم و ازش بیرون اومدن حتی سختتر میشه و متاسفانه تو این جنگ تو این جایگاه جدید ما فقط بازنده هستیم چون زندگی پیش میره افراد پیش میرن خانواده ها که میان اگر یکی یا دو نفر پدر یا مادر تو این حالت روی قرار دارن و متاسفانه بگم خیلی آقایون رو میبینم من بیشتر تو این حالت هستن خانواده پیش میره خانم ها میرن جا کار پیدا میکنن یا شاید اصلا یه پارتنر حالا یکی که این را این حالت رو میپذیره اون یکی میره کار پیدا میکنه بچه ها بزرگ میشن زندگی پیدا میکنن ولی اون کسی که میمونه تو اینجا کیه اون کسی است که انتخاب کرده که تو این جنگ بازنده باشه نمیخوام بگم که افسردگی تقصیر ماست نه دفنتلی که ما کورتیزول هایی که تو وجودمون داره فلشدان میشه مرتب و سیستم مغزیمون باعث اون حس بد حس غم هست توی تعریفی که توی این دنیای غرب هست برای افسردگی یا کتابی به اسم DSM Diagnostic Statistical Manual سیستمی است که به روان پزشکان روان شناس استفاده میکنن برای شناخت بیماری ها توی این کتاب میگه اگر بیشتر از دو هفته و تا دو ماه شما حس غم میکنین حس ناراحتی دلشوره خستگی بیخوابی بیتابی و حس اینکه میخواین خودتون رو پس بزنین کاری انجام ندین اگه این حس رو دارین یعنی که حس یعنی دارین میرین به طرف افسردگی و افسردگی خودش یه بیماریه اونجا چی میشه سروتونین مغز شروع میکنه به کمتر کار کردن و یواش یواش این سروتونین کمتر و کورتیزول رو بیشتر مغز رو ببره به طرف کوچیکتر شدن تحقیقات جدیدی رو داره نشون میده افسردگی باعث میشه که مغز آب بره این کلمه جدیدش هست شرینکینگ مغز شروع میکنه به کوچکتر شدن و کجای مغز شروع میکنه به کوچکتر شدن به خصوص تو این قسمت پری فرانتال کورتکس مغز شروع میکنه به جمع شدن اون فلش هایی که باید بزنه اون اتفاقاتی که باید بیفته تو مغز که هیجان به وجود بیاد کار به وجود بیاد اونها همه از بین میرن یواش یواش نورون های مغزی شروع میکنن به کمتر کار کردن و مغز کوچکتر به خصوص تو این قسمت جلو چیکار میکنه این قسمت جلو قسمت تصمیم گیری هست قسمت قضاوت قسمت حرکت و فعالیت قسمت برنامه ریزی اینجاست که ما دچار مشکل میشیم خیلی افراد رو که میبینیم که نمیتونن تصمیم گیری بکنن برنامه ریزی نمیتونن بکنن اینها همه به خاطر این, این هستش که یه اتفاق مهیبی تو مغزشون افتاده ولی خبر خوب این هستش که اینها رو میشه برعکس کرد میشه ریورس کرد میشه کمک گرفت میشه مغز رو برد به طرف اینکه دوباره حس خوب به وجود بیاد براش دوباره شروع کنه به تشعشعات جدید اون نورون ها با همدیگه فایرینگ انجام بدن و مغز بره به طرف اینکه سلول های جدید به وجود بره مغز ما این کار رو میتونه انجام بده و این خیلی علم جدید ثابتش کرده و جالبه که بگم این یه جوری ژنتیک فورمیشن جدیدی به وجود میاره یعنی چی مادری که دیپرسه پدری که دیپرسه و بچه ها میبینن اون شرایط رو و اونها هم دیپرس میشن مغز به مغز ارتباط پیدا میکنه اگر به کمک بکنیم به خودمون اون سیستم رو عوض بکنیم ما اون بچه ها هم میتونن عوض بشن و بچه های اون بچه ها میتونن حال بهتری داشته باشن یک کیس رو براتون توضیح بدم مادری بود خیلی سال پیش ایشون به دفتر من اومد و این مادر به خاطر اینکه مهاجرت کرده بود بسیار در رنج بود چند تا فرزند داشت که یکی دوتاشون تو جنگ کشته شده بودن حالا نمیخوام خیلی مستقیم صحبت بکنم یکی دوتاشون بود که تو کشورهای مختلف بودن و ایشون از ایران اومده بود همسرش فوت کرده بود و این خانم به من میگفتش که من روزی دو سه ساعت جلو آینه وای میسم به خودم میگم تو بدی تو کار بدی کردی از ایران اومدی اگر از ایران نیومده بودی این اتفاقا نمیافتاد و بعد از گفتگوهای بسیار بعد از درمانی که ایشون گرفت مدت درمان طولانی تری که استفاده کرد روزی اومد دفتر من و گفت خانم پوراقبال من میخوام خودم رو ببخشم و اون موقع بود من تو چشمای این زن تو چشمای مادر دیدم یه تحولی اتفاق افتاده وقتی گفت من میخوام خودم رو ببخشم گفتم بسیار کار خوبی میکنی در نتیجه اینو میخوام بگم که گفتگوی درونش عوض شده بود یه موقع هستش که ما گفتگوی فرد قربانی رو داریم فرد قربانی چی میگه؟ میگه من بدبختم من درماندم من نگرانم من مشکل دارم هیچ کس تو دنیا مثل من درمانده نیست و من قربانی شدم قربانی شرایطی شدم و این فرد نمیتونه بیاد به این طرف که نگاه بکنه که ببینه ببین گفتگو رو میتونیم ببریم به این برکه من فردی هستم که بازمانده هستم من از این همه شرایط عبور کردم از دریاها و اقیانوسها عبور کردم از جنگ و بدبختی رسوندم خودم رو به اینجا پس من دیگه قربانی نیستم من اگر قربانی بودم دوچار خشونت شدم دوچار ش... تغییر شرایط شدم مهاجرت من رو از خودم دور کرد الان دیگه قربانی نیستم الان من هستم و میتونم تصمیم بگیرم برای خودم در نتیجه این گفتگوی فرد قربانی رو میتونیم ببریم به طرف چی؟ گفتگوی قدرتمند با خود یکی دیگه از گفتگوهایی که با خودمون معمولا داریم فردی که کمالگرا هستش گفتگوی فرد کمالگرا چیه؟ میگه من اگر پوزیشن قبلیمو نداشته باشم هیچ کار دیگه نمیتونم بکنم و به درد هیچ کاری نمیخوام نمیتونم بخورم گفتگوی این فرد چیه تمام چیزها رو با هم میخواد همه چیز رو میخواد و اگر همه چیز رو نمیتونه داشته باشه پس هیچ چیز دیگر رو نمیخواد جایگزین بکنه و گفتگوی فرد کمالگرا رو میتونیم ببریم به طرف اینکه ارزش بذاره برای همون چیزهای کم و محدودی که الان داره و از این افراد من بسیار زیاد دیدم افرادی که کمالگرا هستن ما زیاد داریم تو جامعهمون چرا از کجا میاد از جامعه رقابتی میاد و که به ما گفتن حتما باید نمره 20 بگیری 20 که برند است ولی گاهی اوقات نمره های صفر و یک و دو و سه و چهار هر چی که هستش اون نمره ها میتونه برنده باشه اگر این گفتگوی درونمون رو, رو تغییر بدیم و به خودمون کمک بکنیم حس خوب بودن زنده بودن رو دوباره تجربه بکنیم مهاجرت سخته مهاجرت درماندگی میاره مهاجرت بیکاری میاره از اون طرف مهاجرت چیزهای خوبم میاره تجربه شرایط جدید تجربه برخوردهای جدید تجربه کارهای جدید هر چی که میخواد باشه از جارو کردن یه بنزین باشه نمیدونم از کار توی مغازه باشه فرقی نمیکنه ولی تجربه ای که من رو محک میزنه به شما و من میگه تو میتونی دوباره روی پای خودت وایسی و روی این پا وایسادن دوباره ارزش داره در نتیجه امیدوارم که صحبت های امروز سودمند باشه و بتونیم بریم به طرف اینکه تغییرات به وجود بیاریم و به خودمون کمک کنیم به جامعهمون کمک کنیم به فرزندانمون که اینجا دارن رشد میکنن کمک کنیم و مثمر ثمر باشیم روز روزگار خوش تا قسمت دیگری از این برنامه و برنامه بعدی دخلی.